به شما همراهان برنامه نگاه روز از کانال جدید. من نگار نادری به همراه همکارم حامد جمالی این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. وحشت حکومت از کف خیابان. اخیراً ویدیو کلیپی از پاسدار بازنشسته سعید قاسمی پخش شده که در اون تهدید کرده که اگر کسی بیاید کف خیابان با او طرف است و به کسی رحم نمی کند. مخاطب اصلی این پاسدار بازنشسته کیست؟ مردم یا بخشهایی از خود حکومتی ها که جست مخالف به خود گرفتن؟ در این مورد با محسن ابراهیمی گفتگویی رو خواهیم داشت. سلام، خوش آمد میگم به محسن ابراهیمی عزیز. من هم سلام عرض میکنم و متشکرم از دعوت. ممنون. سعید قاسمی در این ویدیو کلیپ از ظریف و محمود احمدی نژاد هم اسم برده که اگر بیان کف خیابان با او سوالی که مطرحه اینه که مگر اونها قراره که کف خیابان بیان اگر که نه این تهدیدها برای چیست؟ اولا سعید قاسمی یکی از لومپن‌ترین، یکی از خشن‌ترین لومپنایی میشه گفت حکومت اسلامیه که تو تمام سوراخ سنبای این حکومت که مربوط به خشونت و سرکوب بوده نقش داشته همیشه. خب مخاطب ایشون معلومه که احمد نژاد و ظریف نیستند. احمد نژاد که معرف حضور همه هست، خودش در سال 88 مردمی که به کف خیابون اومده بودند تا با حکومت اسلامی مقابله بکنن، این مردم رو خس و خاشاک خون و یکی از خشن‌ترین سرکوب‌های تاریخ حکومت اسلامی رو سازمان داد. ظریف هم که نقشش در طول 8 سال دوره حکومتشون این بوده که در خارج سرکوب در داخل رو توجیه بکنه و بگه که حکومت جمهوری اسلامی یکی از دموکرات‌ترین حکومت‌های جهانه. روشنه که مخاطب اونا نیستن، ولی از طریق اونا داره مردم رو، مردمی که کف خیابون میان و اومدن در 4 سال گذشته 2 سال اومدن و با حکومت اسلامی مقابله کردن، مخاطب ایشون همون مردم هستن که کف خیابون رو انتخاب کرده بودن، کردن بارها و انتخاب خواهند کرد. این درجه کشمکش میان حکومتی ها در مورد جنبش سرنگونی و موقعیت حکومت چه میگوید؟ خب این نشون میده که وضعیت حکومت اسلامی اونقدر وخیمه از نظر بحران سیاسی که به نظر من تبدیل شده به بحران حکومتی، اونقدر وخیمه که ریزش درون حکومتی در سطح بالا و در میون مقامات بالا شروع شده. این بسیار مهمه. وقتی مقامات بالای یه حکومت شروع میکنن از خودشون و از حکومتشون انتقاد میکنن و جست منتقد میگیرن، یعنی دارن میگن که اوضاع خرابه و عملا به مردم نمیپیوندن، ولی نشون میدن که تشخیص دادن، حتی غریزی هم که شده تشخیص دادن که اوضاع خرابه، وضعیت حکومتشون بده. از طرف دیگه قدرت جنبش مردم علیه حکومت رو داره نشون میده، جنبش اعتراضی مردم علیه حکومت رو داره نشون میده که باعث شده اینا احساس خطر بکنن. خب این وضعیت در حال حاضر، وضعیت جمهوری اسلامی طوری داره پیش میره که خود حکومتیان متوجه شدن، دارن اعتراف میکنن که مردم در انتصاباتشون شرکت نخواهند کرد و از الان دارن به اینکه مشروعیت حکومتشون اساساً از مردم قرار نبود باشه، مشروعیت الهیه، از این دارن حرف میزنن. یعنی خودشون رو و ما میبینیم که حتی کسانی که برای دوره‌های طولانی در رأس مقام‌های مهم حکومتی یعنی مجلس و ریاست جمهوری بودن، اینا رو هم دارن الک میکنن، از قیف شورای نگهبان اینا هم حتی رد نمیشن، یعنی خودشو داره یک پارچه میکنه تا نبرد نهاییشو با مردم بکنه. وضعیت یه جوریه که هم حکومت شمشیراش از رو بسته علیه مردم و هم مردم برای مقابله نهایی دارن خودشون آماده میکنن. واقعیت اینه از نظر سیاسی در ایران. سعید قاسمی همچنین گفته که شرایط فرق کرده است. در اوج قدرت حزب الله در ایران و خارج هستیم. آیا واقعا اینطوره؟ خب در ایران که دیگه همه میدونن، همه شرایط رو دارن میبینن،
حکومت اسلامی که حکومت حزب الله به اصطلاح دیگه در تاریخ 42 سال گذشته معلوم شده که ایران به مرکز برگشتن از مذهب و برگشتن از اسلام داره تبدیل میشه و به طور واقعی من باره اینو گفتم انقلاب در ایران شبیه انقلاب کبیر فرانسه از یه نظر خواهد شد، نظر مقابلش با مذهب و جارو کردن مذهب از زندگی اجتماعی و سیاسی و آموزشی مردم. وضعیت در ایران اینجوریه. خب و حکومت اسلامی هم که میبینیم در چه شرایطی قرار داره، حتی انتخاباتش هم مردم قبول ندارن، انتخابات بی انتخابات و علنا میان رو به جامعه خطاب به 80 میلیون 85 میلیون انسان میگن، برای مثال مادران آبان، که رأی ما فقط سرنگونی جمهوری اسلامیه. در منطقه هم که وضع حزب الله روشن، عراق رو نگاه کنین که حیات خلوت حکومت اسلامی شده بود، الان جوانات همین هفته‌های گذشته بارها اومدن به خیابون و فقط علیه حکومت خودشون شعار ندادن، شعار اصلیشون علیه جمهوری اسلامی بود و کنسولگری این حکومت رو در عراق به آتش کشیدن. در لبنان هم دقیقا همین وضعیت علیه حزب الله لبنان رخ داد. میخوام بگم در جهان و الان در خارج از کشور هم که یکی از دیپلمات تروریستای جمهوری اسلامی به 20 سال زندان محکوم شد، یا دادگاه اونداریو علیه مقامات حکومت اسلامی به عنوان تروریست که هواپیمای مسافربری رو با موشک زدن. میخوام بگم که وضع حزب الله بسیار وخیمه نسبت به گذشته. هر روز تعداد بیشتر اعلام میکنن که رأی ما سرنگونی است. پیشروی و پیروزی نهایی این جنبش به نظر شما در گروه چیست؟ ببینید منظور از پیشروی چیه؟ منظور از پیروزی چیه؟ خب پیشروی به نظر میاد که در حال حاضر در ایران به طور جدی جنبش سرنگونی داره پیشروی میکنه. ما میدونیم که انتخابات در جمهوری اسلامی یکی از با حضور اصلاح طلبان حکومتی یکی از مهمترین ابزارهای این حکومت برای مشروعیت بخشیدن به خودش بوده که الان مردم در سطح وسیع دارن به انتخابات نمیگن، مشروعیت انتخابات حکومت و حکومت اسلامی رو در جا و یک جا قبول ندارن. ولی منظور از به این معنا اوضاع سیاسی در ایران از نقطه نظر جنبش سرنگونی پیشروی‌های جدی کرده. ولی منظور از پیروزی چیه؟ منظور از حداقل منظور ما از پیروزی این هست که حکومت اسلامی سرنگون بشه، به این معنا که مقامات این حکومت دستگیر بشن، مقامات این حکومت محاکمه بشن. ولی نه فقط این، بلکه تمام نهادها و ارگانهای این حکومت که در سرکوب نقش دارن، در به اصطلاح تحمیق ایدئولوژیک جامعه نقش دارن، تمام نهادهای مقننه قضایی، همه اینا و سرکوب منحل بشن. اگه منظور از پیروزی اینه، اون موقع پیشروی و موفقیت پیروزی یا پیروزی جنبش سرنگونی منوط به این است که اون جنبشی، اون جریانی، اون گرایشی در جامعه ایران دست بالا پیدا بکنه که قصدش از پیروزی فقط این نیست خامنه ای بره کنار، قصدش از پیروزی این هست که کل این حکومت رو یک جا زیر و رو بکنه و حتی این قدم اول پیروزی محسوب بشه بعد از سرنگونی حکومت. به این معنا قدم‌های بعدی رو برداره و اون هم این هست که جامعه رو از وضعیتی که در اون برای همیشه اقلیت میلیاردر بر اکثریت جامعه حکومت میکنن و به همین خاطر همیشه نیاز خواهند داشت دستگاه سرکوب داشته باشن، نیاز خواهند داشت جامعه رو زندان داشته باشن، همه اینا، اون رو هم از بین ببره. منظورم این است که این هست که مناسبات طبقاتی و حاکمیت اقلیت میلیاردر در اون جامعه بر اکثریت جامعه رو از بین ببرن. اگر منظور از پیروزی اینه، دست بالا پیدا کردن گرایشی که این رو نمایندگی میکنه مهمه و حزب ما به عنوان شاخصترین حزب سیاسی این گرایش تمام تلاشش این است که انقلاب بعدی رو به این معنا به پیروزی برسونه. ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی متشکرم. با سپاس از همراهی شما با برنامه نگاه روز. تا نگاه روز دیگر، بدرود.